امروز هم حملات شیمیایی رژیم آخوندی به مدارس ادامه داشت و کماکان مقامات رسمی وزارت بهداشت و سرکردگان مختلف رژیم به کل منکر مسمومسازی دانش آموزان هستند و بهش میگن بدحالی یا شیطنت و تمارض. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای دکتر مجید بازلی از ایتالیا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی سیمای عزادی. ممنونم آقای دکتر. مقامات حکومتی میگن که بدحالی و خلاصه میخوان قضیه رو کوچک جلوه بدن، در حالی که شاهد انتقال دانش آموزان به بیمارستان ها و حتی درگذشت یکی از اونها بودیم. نظر شما در این رابطه چه هست؟ بله اجازه بدید که در مقدمه قبل از اینکه وارد مسئله تکنیکی و علمی مسئله بشم یک مقدمه کوچولویی در رابطه با این شرایط بگم. ببینید درباره این مسئله زیاد گفته شده و هنوز زیاد گفته خواهد شد. تحلیل و ارزیابی رو من مطمئنم که زمان بیان خواهد کرد، مثل تمامی جنایت هایی که رژیم مرتکب شد، از اسیدپاشی روی دختران اصفهان، از قتل زنان مشهد، از مسئله چپ شدن اتوبوس دانش آموزان راهیان نور، از چپ شدن اتوبوس دانشجویان دانشگاه، از ساختمون پلاسکوس کشتی سانچی، از ساختمون ساختمون متروپول آبادان تا مسائل اوکراین و مسائل دیگه. این رژیم کلا بحرانساز هست. من به سالیان قبل بر نمیگردم. جنایت هایی که رژیم کرد و در تمامی جنایت ها آخر سر جنگ باندی همدیگر رو افشا کردن، سر کشتار مکه، سر کشتار امام رضا، سر کشتار کشیش‌های مسیحی. اینها چیزهایی است که رژیم با تاکتیک‌های مختلف، با روش‌های مختلف، با شیوه‌های مختلف برای حفظ قدرت و حفظ پایه‌های خودش بهش دست میزنه. یعنی این رژیم بحرانساز هست، بحران رو یکی بعد از دیگری بیرون میکشه. این مسئله سریالی مسمومیت دانش آموزان یه چیزی است که یک شیوهی است که متاسفانه شیوه بسیار تروریستی هست، یک شیوهی است که متاسفانه با تاکتیک‌های مختلف اینا انجامش میدن. اول میان متناقض‌گویی میکنن، میان تو تمامی نمایش‌های جمعهشون صحبت از این میکنن که اینا همینقدر که الان شما میگفتین شیطنت بچه‌ها هست، بعضیا مثلا آب آلوده یا مواد آلوده یا غذای آلوده خوردن. آخونده میاد قسم میخوره که واقعا یک سر سوزن به نظام این مسئله بر نمیگرده. ولی هدفش چون چیه؟ بعد از اینکه هفته ها این جریان رو انکار میکنن، این ماجرا رو، هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که یک جو ابهامی ایجاد کنن، در جو ابهام انرژی مردم رو بگیرن. ابعاد این جریان، شکل جریان همونجور که داشتم میگفتم تروریستی است. تروریستی جز خون و کشته شدن، جو رعب و وحشت ایجاد کردن هم هست. ولی کلید مسئله کجاست؟ کلید مسئله که خیلی صحبت از اینه که افراد نادانی هستند یا گروه‌های افراطی هستند که به این کارا دست میزنن. نه، اینجور نیست. این یک جریان به غایت عمدی هست. همجوری که معاون وزارت بهداشت رژیم 2 ماه پیش این رو تایید کرد که یک جریان عمدی هست، این یک جریان ارگانایز شده و سازمان یافته است. این پشت این جریان یک نیروی عظیمی هست که این نیرو کسی مزاحمش نمیشه. این دستوری از بالا به این نیروی عظیم هست. بنابراین حتی وزارت بهداشت و بهداری این نظام در این جریان مطمئنا دست داره، به خاطر اینکه این مقدار سم مصرف شده به حدی باید باشه که سریع باعث مرگ و میر نشه و اذیت کنه، انرژی بگیره از خانواده ها و متاسفانه این است. ببینید 26 استان کشور تا 15 روز پیش که من 15 روز پیش که من کلا دنبال می‌کردم آغشته به این مسئله است. 31 مدرسه در یک روز و هزاران هزار بستری متاسفانه در این جریان ما داریم. ببینید رژیم این کارو میکنه، یک فاز مظلومیت هم میگیره. اجازه میدید اینو بگم، فاز مظلومیت وقتی شعار ملت از همون اول انگشت به طرف خود خامنه‌ای و رژیمش هست و حکومت بچه‌کش بهش میگن و مرگ بر خامنه‌ای میگن، تو صحنه میان دشمن خارجی رو علم میکنن، دشمن در ورای مرزها رو علم میکنن و عامل داخلی، اگه یادتون نشه، عامل داخلی فقط مجاهدین خلق هستن. این اصلا یک مقوله است که قانونمندیش اینه که اگر که رژیم یک کاری رو میکنه، یقه مجاهدین رو میگیره به کل، یعنی کار خود رژیم هست. ببینید رژیم برای تمام جنایت هایی که من قبلا اعلام کردم دادگاه تشکیل، گفته من دادگاه تشکیل میدم، تحقیق میکنم. هنوز اینا پرونده هایی هستن که باز شدن، یک دونه از این پرونده ها تا امروز بسته نشده. یک پرانتز کوچول اجازه بدید بگم که این نیروهای الان صحبت از این بود که این شور همبستگی شکست خورد. این خب معلوم بود، برای ما مشخص بود، متاسفانه برای اون بچه‌هایی که واقعا فکر می‌کردن که به جای وصل باشن مشخص نبود. اینها کسایی که میگفتن تظاهرات سکوت، کسایی که میگفتن دور از کف خیابان‌ها، کسایی که میگفتن خشونت پرهیزی باید کرد از این قیام و کسایی که نمایندگی حقوق بشر میکردن در این شور، کجاست این پیاماشون برای محافل حقوق بشری؟ مگه اینا نمیدونن که اینجا کودکان ایران در جریان هستن، دختران ایران در جریان هستن در این ماجرای مسمومیت سریالی؟ پس اینا به کجا اعتراض کردن که ما هم خبرش رو بدونیم؟ به کجا نامه نوشتن؟ به کجا فراخوان دادن؟ متاسفانه اینها فقط یک بازی بود که اینها زمان گرفتن. برمیگردم به مسئله تکنیکی این جریان. این سمی که این رژیم ازش استفاده میکنه یک سم ترکیبی هست که اسمش پاراتیون هست. تو ایتالیا اسم این ترکیب مالاتیون هست، در کشورهای مختلف اسامی مختلف داره. این سم باید فعال بشه در رابطه با بدن، بهش میگن باید فعالیت بیولوژیک داشته باشه. از سه طریق وارد میشه، از طریق مخاط، از طریق پوست و از طریق راه تنفس. این یک ارگان فسفوری هست این سم و معمولا 3 تا 4 ساعت در خون میمونه و ازش در کشاورزی، تصور بکنید که از این سم در کشاورزی استفاده میشه و این سم از 24 تا 48 ساعت در ادرار است. یادم میاد که تا یک ماه قبل خبر این بود که بعضی از آمبولانس های جلو مدارس و بسیجی ها اجازه نمیدادن که زود به بیمارستان برسن، چون که نمیخواستن که زود اثر این سم از بین بره. اثر این سم یک پادزهر داره به نام پارالیدوسینا که اگر زود جواب داده باشه میاد رون مدیاتور شیمیایی که اسمش استیل کلین هست اثر میذاره و اون انزیمی رو که به قول معروف باعث خنثی کردنش میشه رو مانع میکنه. ولی چرا این جریان انجام نمیشه؟ من حتی شنیدم که در بعضی از آزمایشگاه های بیمارستان ها سپاه و پاسداران و اطلاعاتی ها جواب آزمایش ها رو بردن. این متاسفانه یک مسئله است که از نظر بهداشتی و پزشکی عوارضی داره. این عوارض باعث ترشح بزاق دهان به حد زیادی میشه که تهوع ایجاد میکنه، باعث فعالیت روده و معده میشه، باعث پایین آمدن فشار و ضربان قلب میشه. به حدی این دقیق هست که مریض هایی که آسیب دیدگان که میان بستری میشن به سرعت باید تو مانیتورینگ قلب و تنفسی قرار بگیرن باعث بسته شدن مردمک چشم میشه، به حدی که نابینایی میتونه ایجاد بکنه اگر ادامه پیدا کنه، سردرد و سرگیجه و تشنج‌های عضلانی غیر ارادی از چیزهای دیگه هستن. در شرایط بالاتر و مسمومیت‌های بالاتر دارو هست، دارو آتروپین هست که میتونه این جریان رو خنثی کنه اگر که رژیم اجازه بده. و خوشبختانه تا حالا یعنی مقدار کسی که از دست رفتن، کسانی که از دست رفتن کم بوده. بله خیلی متشکرم که هم پاسختون عطف به موضوعات تخصصی و پزشکی بود و هم موضوعات سیاسی. آقای دکتر، حالا که ما شاهد مجامع جهانی هم این عمل رو محکوم کردن و همچنین مردم هم در اعتراضاتشون همونطور که شما فرمودید با شعار خامنه‌ای بچه کش رژیم رو عامل اون میدونن، چرا رژیم به این جنایت همچنان ادامه میده؟ بله این سوال بسیار خوبی هست، چون رژیمی که گفتم بحرانزاست، با بحران زندگی میکنه و شیوه های مختلف رو گیر میاره. دیکتاتورها معمولاً از این شیوه استفاده میکنن برای پایان کارشون، به خصوص برای پایان کارشون و برای بقاشون. تمام دنیا تحسین کردن نقش فعال دختران دانش آموز، دانشجویان دختر و در کل تمام زنان ایران رو در این قیام و تمامی رسانه ها، تمامی سیاستمداران دنیا، تمامی شخصیت های بین المللی، فرهنگی، سیاسی از این جریان چشمگیر فعالیت دختران در این قیام صحبت کردن. در مقابلش یک رژیمی است که کلا تعریفش زن ستیزی است. رژیم با مقوله های فرعی، با ایجاد جنگ روانی، همینجور الان داشتم میشنویدم توی سیما، با ایجاد جنگ روانی بین حجاب با حجاب و بی حجاب، دین و بی دین، سعی میکنه قیام رو از مسیر اصلیش خارج کنه، به مسیر فرعی بیاره. میخواد انرژی قیام رو کم کنه، میخواد اون ضربی که فشار که روی خود خامنه ای هست با شعار مرگ بر خامنه ای رو بیاد کمتر کنه، میخواد اون فشاری که روی سیستم سرکوبگرش هست رو بیاد یک کمی پایین بیاره. بنابراین سعی میکنه حتی به اونا روحیه بده. هدف اصلی اینه که میخواد استمرار و بالا بودن این قیام رو به حدی بیاره پایین و فتیله این قیام رو کم بکنه، یعنی کلا میخواد این قیام رو قفل بکنه. این فکر میکنم به خاطر همین زوم میکنه روی مسئله دختر و روی مسئله زن، چون الان مسئله گشت ارشادش دیگه جواب نداره، به خاطر که مردم اجازه نمیدن. ضرب و شتم مردم نسبت به نیروهای سرکوبگر به حدی شده که سعی میکنه مکانیزم های تکمیلی ایجاد بکنه. مسئله حجاب، مسئله همین مسمومیت های سریالی دخترها، این کل داستانی است که رژیم کلا با این عملهای جنایتکارانه سعی میکنه اشل قیام رو پایین بیاره، استمرارش رو پایین بیاره. و میخوام بگم که با یک جمله بگم که وقتی رژیمی ضد فرزندان خودش دست به چنین جنایت هایی میزنه، این کلا اون رژیمی است که آینده نداره. و یک پیام دارم برای همکارای خودم در ایران. اگر که من با نظام پزشکی همین شهر صحبت کردم و اونها به من گفتن که اگر که پزشکان ایران اعتراض میکردن، اعتصاب میکردن نسبت به این مسئله، نسبت به خبرش رو به نظام پزشکی ها میدادن، این خبر بالا میگرفت و تحقیق بین‌المللی شاید عملی میشد. تحقیق بین‌المللی زمانی است که پزشکان یک کشور شروع میکنن سرصدا کردن و اعتصاب کردن نسبت به شرایطی که در بیمارستانشون اتفاق میفته. بگذریم از اینکه خوشبختانه تنها نیرویی که تا حالا به محافل بین‌المللی، به مجامع بین‌المللی خبر داده، فراخوان داده، تقاضای کمیسیون تحقیق کرده، همین شورای ملی مقاومت، همین خانم رجوی بوده که تا حالا این پیامو به فرم گسترده و مداوم ایشون دادن. بله خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از همه روشنگری هاتون. متشکر از شما، متشکر از بینندگان. زنده باشید و خدا نگهدار.